در مشام میرسد لحظه بوی کربلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین بنده سید محمد ادیب هستم از جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه اولین باره که سعادت یاری کرده کابوس آقا اومدم برای آقای امام حسین مشرف شدم اونجا هم خجالت زده بودم از اینکه دیر به پابوس اومدم ولی یه حس آرامش قشنگی به من دست داد تمام اون حسایی که عرب اول فضل داشتم ولی یه آرامشی داشتم حس میکردم که منزل پدریم اومدم و هرچی که اونجا ناآروم بودم و زجه زدم اینجا اولش بودم ولی بعد آروم شدم دیگه بعد زیارت نامه خوندم و زیارت عاشورا خوندم اون روز اول ولی آدم سیر نمیشه یه الان میدونم میخوام پس فردا برم دلم گرفته دوست داشتم یه جوری میشد میموندم برای من کم بود این بودن کم بودش و واقعا اگر وسعت رزقی داشتم و امکاناتی بود دوست داشتم هر هفته بیام این چند روزه همش به این قضیه فکر میکردم فکر نمیکردم اینقدر وابسته بشه گاهی وقتا اگه جای مجلس چیزی مثلا زیارت عاشورا میخونم یعنی زیارت عاشورا بیشتر از همه دعاها عزیزم قشنگم مقام منزلت دارم زیارت عاشورا یه حس دیگه برام ولی هر وقت که زیارت عاشورا میخونم شاید بگم نصفش تو حال و هوای خودم نیست شاید چشام گاهی وقتا بسته است دارم زیارت میخونم یعنی یه صحنه دیگه بیشتر صحنه قتلگاه و اینا جلو نظرم مجسم حالا این ذریح و اینا بارگاه امام حسین دستگاه پادشاهی عالمه ولی درسته که ذریح شش گوشه خیلی برام عزیزه اما هر وقت دعا میخوندم فقط تو صحنه قتلگاه و اینجور مسائل تو ذهنم بوده آب آوردن حضرت ابوالفضل دیگه حالی که اهالی خیمه ها داشتن اهل بیت داشتن بیشتر این چیزا تو ذهنم یه تصویرهای همیشه بوده الانم هست الانم اونطوری
برام قشنگ تره، یعنی بیشتر حس پیدا میکنم. اینجا میه جلال و جبروت آقا میگیره آدم. ببینید نمیشه گفت کدوم ها اولویت دارن، هر کدوم سمبول یه چیز هستن. یعنی از حضرت علی اصغر تا حبیب ابن مظاهر کوچکترین و بزرگترین یاران امام حسین، هر کدوم سمبول یه چیزی هستن. یعنی واقعا تمام اینا رو برای ما گذاشتن که ما بهونه ای نداشته باشیم بگیم که مثلا دختر 3 ساله ما بگیم که الگو نداره. الگو داره، زنهای ما الگو دارن، حضرت فاطمه، حضرت زینب الگو هستن. پیر مردمون نمیتونه بگه من الگو ندارم، میگیم حبیب ابن مظاهر هست. میان سالمون میگیم حضرت ابا عبدالله هست. جوونمون میگیم حضرت علی اکبر هست. برای همه دیگه این یک روز خاص برای همه الگو گذاشته، سمبول داره. احتیاج نیست بریم تو کتابا بگردیم یه نفر غریبه خارجی پیدا کنیم بگیم که خب در این سن و سال ما چیزی کسی رو نداریم. هر کدوم یه جور جگرسوزه. شهادت حضرت علی اکبر که اینقدر ضربه به بدنشون وارد شده بوده که امام حسین نتونستن به تنهاییشون رو به خیمه گاه ببرن، بدن اینقدر تیکه پاره بود. حضرت علی اصغر رو خیلی من موقعی که آب میخورم حضرت علی اصغر جلو نظرم میاد، چون بزرگترا زبون دارن، بالاخره میگن یا تحمل دارن صبر میکنن، ولی یه بچه 6 ماهه آدم میخواد خیلی راحت تصور کنه. یه کودک 6 ماه تو فامیل، تو خانواده، تو بچه خود آدم، موقعی که بچه هم کوچیک بودن به اون چشم نگاه میکردم، آیا واقعا اگر این بچه تشنه باشه همون موقع هم تیری به گلوش بخوره من چه حالی دارم؟ تازه توی این روزگار تو خونه زندگی، نه تو بیابون، نه دور تا دور آدم دشمن میشه. و ضمن اینی که دشمن هستن تهمت بزنن نگن اینا آل رسول هستم. من خجلم ز مادرت، هم ز سکینه خواهرت، چون سوی خیمه که برم غرق به خون پیکرت، غرق به خون پیکرت. کودک خسته جان من، دلبر ناتوان من، کبوتر حرم شدی کشته بی زبان من، کشته بی زبان من. دلم گرفته از غم تو به لب، نوای ماتم تو تویی، همه ی جان بابا بخواب به روی دست دادا، بخواب به روی دست دادا. ذبیح اکبر حسین، شهید آخر حسین، علی اصغر حسین، علی اصغر حسین، علی اصغر حسین. یکی از دوستان اون در قوم که ایشون تحصیل کرده نجف هستن از علما، ایشون گفتن برادر من در یکی از کشورها یادم نیست سوئد سوئیس کجا بودن عزاداری میکردن دهه محرم، یا آقای میاد سوال میکنه میگن چی شده چه اتفاقی افتاده، ایشون میگن که
برای چون نمیشه به اون بگی امام حسین کسی که نمیشناسه توجیه کردن سخته. ایشون میگن که رهبرمون کشته شده برای اون عزاداری میکنه. میگن کی بوده؟ چرا من روزنامه ندیدم، تلویزیون چیزی نشنیدم؟ میگن مال الان نیست که. بعد میگن پس کیه؟ میگن تقریبا 1400 سال پیش. بعد میگه عجب، پس معلومه که رهبر شما انسان خیلی بزرگی بوده که شما بعد از 1400 سال هنوز دارید برایشون اینطوری عزاداری میکنید. من فکر کردم تازه اتفاقی افتاده. و حالا تابع چه دینی چه مذهبی بوده ایشون، احتمالا مسیحی بودن. میگن اونجا میوه هم خیلی گرونه، میره یه میوه میخره به تعداد این سینه زن و حالا هر چی بوده یادم نیست، میاد از اینا پذیرایی میکنه، یعنی به سهم خودش قدردانی میکنه از این که اینا برای رهبر خودشون دارن عزاداری میکنن، کسی که اصلا از هیچی خبر نداره. خیلی ها به من میگفتن که چرا کربلا نمیری، چرا نرفتی، نمیدونی اونجا چه حالی داره. خب زیارتگاه های مختلف رفتیم، همه جا یه حال هوای معنوی داره، ولی اینجا یه چیز دیگه است. تا کسی نیاد، من که اینطوریه، من تا نیومده بودم نمیدونستم، هرچی برام تعریف کردم، پدرم، همسرم، اطرافیان هرچی گفتن، اون چیزی که باید لمس کنم خودم، حس کنم خودم، متوجه نشدم. با تعریف نمیشه، با فیلم نمیشه، با خاطره نمیشه، هیچی نمیشه. باید بیا توی فضا قرار بگیری، اون انرژی مثبتی که توی این فضا قرار داره آدم تحت شعاع قرار میده. اون شاید بگم بخوام بگم بیانم زبانم قاصره، ولی خب قبلگاه عشق تمام عالم، دنیا و آخرت، هر دو عالم، نمیدونم چجوری بگم. این چند روز که هستم زیارت با معرفت داشته باشم، ولی سیر نشدم. خیلی به قول جوانا حال کردم، ولی بازم کم دارم، بازم به اون نقطه اشبا فکر نکنم هیچ وقت برسم. درکشو که ما نداریم، از ما خارج از هیته مغزی من خارجه که بخوام درک کنم. خوشا به حال اون کسایی که درک کردن، درک میکنن، ولی خب قشنگ ترین جاست برای من، خیلی قشنگ بوده، خیلی. حرف آخرم با امام حسین، با حضرت ابوالفضل، با حضرت علی،
این سرزمین نعمت های توش هست که ما ازش محرومیم واقعا. هیچ وقت دست ما رو بل نکنن و توفیقی به ما بدن که بیشتر بشناسیم. با اینی که اجداد خودم هستم نشناختم، خجالت نمی کشم این حرف رو می زنم. آدم اگر کوتاهی کرده باید شهامتش رو داشته باشه بکن. نشناختم، توفیق اینو به من بدن که با معرفت بشناسم و هر وقت که دست دراز کردیم دستمونو بگیرم، چه در زمانی که داریم زندگی میکنیم در حیاتمون، چه در زمان مردن در حالت اغما و در روز قیامت در آخرت. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین علیه السلام به دنیا و جوونی ما پای تو دادم، جوونی ما پای تو دادم. از ما که گذشتم ما غمم همینه، الهی هیچ کس داغ حرمت نبینه. قدم قدم میگم ای دل ای دل، حرم حرم میگم ای دل ای دل. امان امان ای دل، امان امان ای دل، امان امان ای دل، امان امان ای دل.